تعطیلی بانک‌ها و در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی در قبرس نه تنها اعتراض جوانان و دیگر شهروندان این کشور که اعتراض کارکنان بانک‌ها را نیز برانگیخته است. رئیس بانک قبرس روز سه‌شنبه استعفا داد و کارکنان آن با تحسن در داخل این بانک خواهان تأمین حقوق شغلی خود شدند. آنها روز چهارشنبه نیز در یک تظاهرات اعتراضی شرکت خواهند کرد. یکی از کارکنان بانک قبرس می‌گوید: بعد از توضیحات رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی قبرس در مورد تجدید ساختار بانک قبرس نظیر آنچه در مورد پاپیولار بانک رخ داد، ما متوجه آنچه در حال وقوع بود شدیم. آرتمیس رئیس بانک استعفا داده و همه چیز بی‌ثبات است. اگر هدفشان از ابتدا تخریب نظام بانکی قبرس بوده، آنها موفق شدند. بعد از پاپیولار بانک نوبت ماست و سپس بدتر هم خواهد شد. و یکی دیگر از کارمندان بانک قبرس در مورد تظاهرات روز چهارشنبه میگوید: تظاهراتی بزرگ است. کارکنان بانک قبرس بار دیگر نشان دادند که خواهان حقوقشان هستند. ما اعتراضی متین و صلح‌آمیز برگزار میکنیم که تنها برای حفاظت از حقوق کارکنان بانک قبرس است. دولت قبرس با تمدید یک روز بیشتر تعطیلی بانک ها قول داده که روز پنجشنبه بانک ها بازگشایی شوند. گزارشگر یورونیوز در قبرس میگوید: این دومین هفته متوالی است که بانک های قبرس به خاطر کمبود پول نقد چه برای مردم عادی و چه برای صاحبان مشاغل بسته است. اما حتی اگر آنگونه که دولت اعلام کرده بانک ها روز پنجشنبه بازگشایی شوند، انتظار می رود تا بازگشت معاملات مالی به مسیر اولیه خود زمان درازی طول بکشد. Για το Euronews, σταματήσει Γιάννησης.